بینندگان محترم برنامه‌تون، خیلی خوشحالم با شما هستم و همینطور سلام میکنم به دوست عزیزم آقای افشینجان. در مورد کارام اشاره کردید شما، من یه مکسی میکنم روی تازه ترین کارم که حدود 2-3 هفته ای است منتشر شده با عنوان زنگی های گود قدرت، که در واقع یک بررسی تاریخی تحلیلی است درباره نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران. این مجموعه حدود 540 صفحه که بیشتر همونطور که عرض کردم یک نگاه تحلیلی تاریخی هست به این گروه اجتماعی، نقش سیاسی این گروه اجتماعی به ویژه در انقلاب بهمن و حضورشون در حکومت اسلامی. متشکرم، سپاس. پس نام کتاب رو یک بار دیگه خواهش میکنم بفرمایید، چون من نام دیگه رو اعلام کردم. یک بار دیگه نام اصلی همون است که شما اعلام کردید، منتها زنگی های گود قدرت، ببخشید، در واقع عنوان فرعی کتابه، ولی همون نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران بحث کتاب است. متشکرم. میخواهید که در اینجا جناب افشینجان توضیحاتی رو در باره میزگردی که در پیش هست بفرمایند و بعد به شما برمیگردیم آقای دکتر؟ بله، دارم سلام میکنم خدمت شما، خانم ثابتی و دوست گرامی جناب دکتر مسعود مصطفی، و اینکه خوشحالم که دعوت قبول کردن و تشریف آوردن در این نشست با ما هستن و باعث افتخار. درود و سلام دارم به هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن و امیدوارم شاد و خندان باشن. این چیزی که جناب علی فرمودین، بانو ثابتی، راجب ویزگرد ما راجبش هفته گذشته و هفته های گذشته راجبش صحبت کردیم. اکنون میخواستم که دو مرتبه راجع به تاریخ این نشست که در 18 نوامبر هست تا 20، یعنی 2 روز و نصفی، و کسانی که از خارج از کانادا تشریف میارن، ما پیشنهاد میکنیم که روز 27، ببخشید روز 17 که روز پنجشنبه هست تشریف بیارن، که روز 18 که 9 صبح برنامه هست در تورنتوی کانادا، به موقع اونجا باشن، چون واقعا زحمتی هست که بخوان تشریف بیارن. در این نشست که همونطور که عرض کردم در تورنتو هست، ما تاریخ رو اعلام کردیم به درخواست دوستان که میخواستن تهیه بلیت بکنن و بتونن بهترین و ارزانترین قیمت رو بتونن بگیرن قبل از که بلیت ها گرون بشه. در این نشست 2 روز و نصفی که البته محل هتل و بعدم خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد، در این 2 روز و نصفی ما 5 مبحث رو که مبحث آسیب شناسی اپوزیسیون هست معرفی خواهیم کرد، یعنی البته تمام جزئیاتش در وبسایت هست و در فیسبوک ما هم نوشته شده، ولی برای کسانی که آشنایی ممکنه نداشته باشن، همطور که جناب علی فرمودی، بانی ثابتی، این دومین برنامه آینده ایران روز پنجشنبه ها هست. ما 24 برنامه از همین سری در روزهای دوشنبه داشتیم که دوشنبه یک تکراری داریم و همین برنامه که الان در خدمتتون هستیم یک تکراری دیگه هست که روز جمعه هست، و به نظر میرسه که بهترین زمان هست برای هموطنان عزیز که در ایران هستن این برنامه رو پیگیری بکنن. بنابراین برمیگردم به اون موضوع میزگرد. برای دوستانی که ممکنه آشنایی نداشته باشن به این موضوع میزگرد، میخوام تکرار بکنم که ما مخصوصا این میزگرد، صحبت از میزگرد رو عنوان کردیم که هیچ رئیس و مرؤوسی نیست، همه ما دور میز به اتفاق یک صحبت رو داریم و یک رأی داریم، و برای همین هست که خودمون رو ما گروه هماهنگی محسوب میکنیم و نه اینکه بخوایم که کسی به ما بپیونده و نه کسی ما به کسی بپیوندیم.
ما یک گروه هماهنگی هستیم که میخوایم تمام کسانی که دغدغه ایران رو دارن تشریف بیارن و تشریف که مساعی بکنن و ببینیم که در این 37-8 سال اپوزیسیون که بوده و زحمت هم زیاد کشیده شده و باید سپاسگزاری کرد از همه اونا، چرا ما اینجا هستیم و جمهوری اسلامی اونجاست، چرا هیچ تکونی نخوردیم. این موضوع بحث مباحث آسیب شناسی اپوزیسیون ترکیب میشه از 5 اصل، البته اصولهای دیگه هم حتما هست، ولی ما این 5 مبحث رو انتخاب کردیم. مبحث سیاسی هست، اجتماعی هست، اقتصادی هست، فرهنگی هست و رسانه‌ای. هر کدوم از اینا زیرنویس‌های خودشون رو دارن و ما اعلام کردیم که کسانی که میخوان پیپری، کاغذی بنویسن، مقاله‌ای بنویسن برای اون سخنرانی که میخوان در اون 2 روز و نصفی داشته باشن، یک مقاله 4-5 صفحه‌ای داشته باشن که جزئیاتش در هم وبسایت هست و هم در فیسبوک، و میتونن 15 دقیقه راجع به مقالهشون صحبت بکنن، و کسانی دیگه که نمیخوان در این پروسه برن یک نصف صفحه بنویسن و بگن که راجع به چه مسائلی میخوان صحبت کنن. البته ما گفتیم مسائل این گفتمانمان 20% حدود 20% راجع به گذشته، حدود 30% این چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم و بقیهش راجع به آینده ایران هست. یعنی منظور اینه که مرگ بر جمهوری اسلامی یا این خوب بوده یا بد بوده ما کار نداریم، ولی هدف ما اینه که کجا بودیم، الان کجا هستیم، چرا موفق نبودیم در اون 5 تا موردی که خدمتتون عرض کردم. ما فکر میکنیم بفرمایید. گوش میدم، فقط میخواستم بگم پس به عنوان یه رفرنس یا یک توضیح کوتاه از گذشته صحبت میشه به عنوان رفرنس یک به اصطلاح نمیدونم الان فارسیش اگر شما کمک کنید به من بگید، ولی در واقع و اکنون هم که خب لازمه باید دید، باید شکافته بشه، ولی تمام هماغم بر روی آینده ایران هست و اینکه چگونه میشه از معضل یک حکومت دینی در حقیقت نجات پیدا کرد، راه چاره چیست. آقای جناب افشینجان، قبل از اینکه ادامه بدید فقط من فراموش کردم، میخوام در همین ابتدا اعلام کنم که پس از سخنان جناب شما و جناب دکتر نقره‌کار و جناب لاجوردی، تلفن ها در اختیار بینندگان هست که اگر پرسش هایی دارن با ما در میان بگذارن. عذر میخوام، خواهش میکنم ادامه بدید. غیر از این دو تا مطلبی که عرض کردم راجبه که نوشتن یک 4-5 صفحه مقاله و یک نصف صفحه هیچ اجباری نیست، کسانی که میتونن شرکت میکنن، احتیاجی هم نداره، کسانی که در جلسه هستن میتونن که با گرفتن وقت سوالاشون رو مطرح بکنن. ما 5 تا پنل خواهیم داشت. البته تمام سعی این گروه هماهنگی این هست که ما بتونیم از طریق رسانه های ویدیویی، دیداری و اشراط رادیو و از شنوایی بتونیم که از اقصی نقاط دنیا بیننده و شنونده داشته باشیم و شرکت بکنن. و ما امیدواریم تا الان موفق بودیم که کارهای اولیش انجام بشه. همینطور که نزدیک میشیم ما اطلاعات بیشتری در اختیار هموطنان میذاریم که آگاه باشن که بنا به دلایلی که ممکنه بعضیا نتونن شرکت بکنن، و توقعی هم نیست که چون واقعا بعضیا هستن در اون ور دنیا و نمیتونن مسافرت بکنن و در ضمن موضوع هزینه ها هم مطرح هست، بنابراین ما سعیمون هست که حتما از طریق وسایل مجازی بتونیم این کار رو انجام بدیم. نکته ای که میخواستم اشاره بکنم این که دوستان سوال کرده بودن که برای کمک به این برنامه، چون میخوام خدمتون عرض بکنم که ما در جلسات گذشتم گفتیم که پذیرایی این چند روز از نظر غذا و همچنین تهیه سالن و دوربین و عرشبت که فرستادن این مطالب از طریق ساتلایت به رسانه ها و به منعکس بکنیم به دنیا تقبل کردیم هزینه هاشو، و بعضی ها
کمک خواستن بکنن و گفتن که به چه حسابی میتونن کمک بکنن. خواستم خدمتتون عرض بکنم که فردا یا حد اکثر دوشنبه ما شماره حسابمون رو خدمت هموطنان خواهیم داد و عرشبت حضورتون که تقاضا میکنیم که به نظر مالی کمک بکنن. نکته ای که من میخواستم الان خدمتون بگم، در هفته گذشته، در جلسه گذشته بعد از اینکه پایان جلسه شد، تلفنی داشتم از یک خانومی و گفتار این خانوم منو واقعا به بغض انداخت و نتونستم برای چند دقیقه با ایشون صحبت بکنم و ایشون خودش رو معرفی کردم به عنوان یک مادر بزرگ و گفتن که به این برنامه معتقد هستن و هیچ دسترسی به فیسبوک و چیزهای دیگه ندارن، از طریق دخترشون میخوان یک کمک مالی کوچیکی رو بکنن و البته گفتن اسمشون رو محفوظ نگه داریم که البته همینطور هست، ولی میخواستم که بگم که دوستان و هموطنان عزیز هستن که واقعا دلشون میخواد کمک بکنه به هر صورتی و این گفتار این بانو واقعا منو تکون داد و من گفتم با خودم گفتم که حتما اینو با هموطنان عزیزم مطرح بکنم. نکته دیگه که میخواستم بگم در این مورد، کسانی از هموطنان تماس گرفتن در دو سه روز گذشته و اظهار خیلی علاقه کردن که به این برنامه بیان در تورنتو و شرکت بکنن، ولی به خاطر نداشتن مالی، کمک‌های مالی که ندارن نمیتونن شرکت بکنن. من میخواستم در اینجا خواهش بکنم از هموطنان عزیز، کسانی که میتونن کمک بکنن برای کسانی که نمیتونن و جنبه مالی ندارن که شرکت بکنن، حتی اگر اضافه ایرمایل اضافه دارن، یعنی کسایی که مسافرت زیاد میکنن و پوان میگیرن و بتونن که از پوانشون استفاده بکنن و ما بتونیم برای این هموطنان بلیط تهیه بکنیم که تهیه بیان، کمک شایسته ای رو کردیم، برای اینکه نشون میده که میخوان کمک بکنن ولی دستشون کوتاه. البته مژده این که ما چون نمیتونیم برای همه این کار رو بکنیم، برای از طریق مجازی میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر اجازه بدید من سخن رو در این نقطه کوتاه بکنم و اگر صحبتی دیگه بود که احتمالا هم هست من خدمتتون خواهم بود. سپاس فراوان، مرسی. عرض کنم که اجازه میخوام که از آقای دکتر لاجوردی خواهش کنم که به این جمع بپیوندن در این لحظه و پرسش هایی برای خود من پیش آمده که بعد از اینکه شما فرمایشات ابتداییتون مقدماتی رو کردین از شما خواهم کرد. من هم سلام و درود دارم به همه هموطنان بسیار عزیزم، به خانم دکتر ثابتی، به آقای افشینجان، به آقای دکتر نقره‌کار، مهمان عزیزی که امشب در این برنامه تشریف دارن. حقیقت قضیه اینه که آقای دکتر نقره‌کار، من یه خورده مانع شدم از اینی که بخوام بیوگرافی کامل شما رو خانم دکتر ثابتی بگن، چون فکر کردم که تمام این یک ساعت و نیم وقت کم خواهد بودش که در این زمینه ایشون بتونن تمام بیوگرافی رو مطرح بکنن. ولی به هر حال من فقط در ادامه فرمایشات های افشینجان اضافه بکنم که چون تماس گرفتن که شما این نوشته ها رو میخواهید برای این که سانسور بکنید، دست ببرید، چه بکنید چه نکنید، نه هم چیزی نیست، برای یک طبقه بندی موضوعیه و در نهایت در انتهای این میزگرد چاپ شدن این مطالب در کتابی با همین عنوان میزگرد آسیب های اجتماعی، به این معنا که ما 37 سال بعد از جمهوری اسلامی ببینیم که کجا ایستادیم، چه کردیم، چه باید بکنیم و تا به چه شکل بتونیم از این مجموعه حکومت ننگین جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنیم. به هر معنا بحث بسیار بسیار گسترده است. حالا امیدوارم که جناب دکتر نقره‌کار هم که به هر حال گذشته از این که پزشک هستن، همونطوری که همه میدونید و معرفی هم شدن، یک واقعیت هست که تلاش های ایشون رو پزشک اجتماعی هم مطرح کرده، پزشک تاریخی هم مطرح کرده و به این معناست که خیلی خیلی میتونه این
نشست امروز ما پرثمر باشه با حضور ایشون. و اگر خانم دکتر ثابتی اجازه بدن بریم سراغ مگر اینکه شما سوالاتی که بخواید بپرسید. من پرسش من حالا میتونه بعدا بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرض کنم که در مورد هزینه هایی که وجود داره و کمکی که از دوستان خواسته میشه، آیا این به صورت شفاف بیلانش و به صلاح خرج و دخل و اینها در اختیار مردم قرار میگیره؟ چه آنهایی که کمک میکنن، چه آنهایی که به هر حال مثل خیلی ها نمیتونن و ولی مشتاقن بدونن که چگونه این هزینه ها خرج میشه؟ ببینید خانم دکتر ثابتی، آقای افشینجی هم اشاره کردن به این قضیه، ولی نکته اساسی که جناب عالی روش انگشت گذاشتید مهمترین مسئله است. به این معنا که این میزه گرد یک هزینه هایی رو داره، یک کمک هایی بهش میشه، امیدوارم که بشه در نهایت. اون افرادی که به حال اون کمک ها رو میکنن طبیعتا مشخصن، مگر دو سه نفری که به دلیل ارتباط با ایران نخوان اسمشون مطرح بشه. ولی مبلغ پولی که گذاشته میشه یا امکانات تدارکاتی که پیشنهاد میکنن، به عنوان مثال در دو سال گذشته در کنفرانسی که من در واشنگتن از طرف انجمن پژوهشگران ایران داشتیم، کسانی هتل به ما پیشنهاد کردن. خب این خودش خیلی مسئله مهمیه. کسان دیگری امکان مثلا اتومبیل پیشنهاد کردن. همه اینها امکانات وجود داره، ولی دقیقاً میزان کمکی که ما میشه و میزان هزینه‌ای که میشه نه تنها اعلام میشه، در همون کتابم چاپ میشه. بسیار عالی. خیلی مشخص. چون من اولین باری است که در یک مجموعه قرار میگیرم که مسائل مالی مطرح میشه و خیلی خوشحالم که این شفافیت رو خواهد داشت و من ازتون سپاسگزارم. اجازه بدید اضافه بکنم. ببینید خانم دکتر ثابتی، بحث خیلی جدی و روشن است. درست. جامعه ما، دکتر نقره‌کار هم حالا امیدوارم دیگه حضور داشته باشن، من مثال پزشکی رو میزنم، وام میگیرم از دکتر نقره‌کار. جامعه ما، جامعه مثل فرد بیمار میشه، جامعه ما بیمار شده، بیماریش بی‌اعتمادیست، سرطان بی‌اعتمادیست، داروش هم اعتماده. اگر ما نتوانیم این شفافیت رو ارائه بکنیم، به اون بی‌اعتمادی کمک کردیم. توجه برزن میکنید در چه خیلی مسئله مشخص و روشن. اجازه بدید بریم سراغ دکتر نقره‌کار و همین بحث رو با ایشون مطرح بکنیم. و به هر حال آقای دکتر نقره‌کار، واقعیت امر اینه که توضیحاتی که آقای افشینجی خدمتون دادن یک مجموعه است که از چند ماه گذشته با نام آینده ایران به فکر فردای ایران آغاز کار کرده. چه کاری رو میخواد انجام بده؟ کاری که میخواد انجام بده هدفش این نیست که بیاد اینجا جایگاه محکمه و دادگستری رو به خودش اختصاص بده. هدفش اینه که با احترام به تمام تلاش هایی که انجام شده از چپ تا راست راست در طول 37 سال گذشته، ما نگاه بکنیم ببینیم که چه مسائل و مشکلاتی باعث شده با این ظرفیت بالایی که برای ایرانیان خارج از کشور و اپوزیسیون در داخل اون وجود داره، چرا این موفقیت ایجاد نشده؟ موفقیتی که باید به وجود بیاد. جمهوری اسلامی از هر نظر در تنگناست، از نظر داخلی جناب عالی خودتون بهتر میدونید در تنگنای بسیار بسیار عمیقی قرار گرفته، جایگاهی رو برای حمایت مردمی ازش وجود نداره. اگر همین الان بیان بگن کسانی که در انتخابات شرکت میکنن، الزاماً اونهایی که در انتخابات شرکت میکنن برخلاف گفته آقای آیت الله خامنه ای، اینها به دنبال حفظ نظام نیستند، اینها دنبال این هستند که بلکه بتوان یک مفری رو به وجود آورد در این تضادی که در جناحای مختلف وجود داره. بحث مشخصتر این میتونه باشه که حمایت منطقه‌ای نداره. استحضار دارید از 57 کشور مسلمان در دنیا 56 کشور دشمن جمهوری اسلامی هستند.
از نظر بین‌المللی اعتباری نداره. همین الانی که من در راه بودم در رادیوی ماشین گوش می‌کردم، مجدداً رئیس شورای امنیت ملی آقای شمخانی اشاره کردند که اگر امریکا و کشورهای دیگری که در برجام حضور داشتند همچنان این جلوگیری بکنن، به عنوان مثال از فروش هواپیما یا مسائل دیگری، مشکلات بانکی و غیره و غیره، جمهوری اسلامی نقش دیگری رو برای خودش قائل هست و برخورد خواهد کرد. همه اینها نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی هیچ راهی رو برای خودش وجود نداره و در اینجا، در جایی که خفقان و سرکوب در جامعه ایران بسیار بسیار بالاست، اپوزیسیون خارج، ایرانیان خارج از کشور در نقش اپوزیسیون میتونن که بسیار اثرگذار باشن. این بحثی است که در عمل ما میخوایم در بخش‌های مختلف در این میزگرد آسیب شناسی هم باز وام گرفته از پزشکی است که بتونیم که به این قضیه بپردازیم. در خدمتتون. بله، سلام میکنم خدمتتون مجدداً. من اینطور البته گرفتم که بحث پایه‌ای آسیب شناسی یا شناخت و ریشه یابی علل ناکامی و یا ناکارآمدی و شاید بشه گفت ضعف‌ها و لغزش‌های اپوزیسیون هست. حالا بحث‌های دیگه‌ای هم در حاشیه یا اطراف این مطرح میشه. آقای دکتر، مسائل مثبتش هم هست، هم مثبتش هم منفیش، هر دوش در میفرمایید. من خودم در واقع چون بیشتر روی مسئله شغل من تاکید شد، دوست دارم فقط به یک زاویه‌ای که نزدیک به این حرفه هست به این آسیب شناسی نگاه بکنم. میدونید که در واقع آسیب شناسی یا ریشه یابی تو علوم طبیعی یا پزشکی خیلی راحت تر از آسیب شناسی یا فلواقع ریشه یابی ناکامی های اجتماعی و علوم اجتماعی است، برای اینکه در حوزه علوم اجتماعی یک کمی وضعیت پیچیده تر میشه، هم در واقع عامل انسانی مطرح میشه که خودش پیچیده است و هم روابط و مناسبات اجتماعی، بنابراین کار رو تا حدودی سخت‌تر میکنه. اما به گمان من خب یک بخش مهم بحث در رابطه با اپوزیسیون، در اون معنایی که ما اپوزیسیون رو میشناسیم و تعریف میکنیم، برای اینکه اپوزیسیون هم الان یک طیف گسترده است، یک بخشش برمیگرده به یک سری بحث‌های تحلیلی تئوریک و یا سیاسی جامعه شناسانه که خب اون در واقع استاد شما هستید و به اون بهتر میتونید بپردازید. یک بخشش برمیگرده به حوزه به گمان من روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی که در واقع چرا اپوزیسیون حکومت اسلامی بعد از 38 سال حدوداً، اگر سالهای اول رو ما در نظر نگیریم، بعد از 38 سال امروز در اینجا قرار گرفته و اینجا هست موقعیتش. اشاره کردید و منم تاکید دارم که اپوزیسیون دستاوردهای بسیار مثبتی هم داشته در حوزه‌های مختلف و در مقاطع مختلف. با توجه به آنچه که در ایران اتفاق می‌افتاده، ما دیدیم در خارج اپوزیسیون چقدر تونسته نقش ایفا بکنه. ولی در واقع به گمان من در مجموع با توجه به اون نیروی کمی و کیفی که داره، خب تأثیرگذاریش و اثراتش آنگونه که انتظار میره و میرفت نبوده. گفتم یه بخشش برمیگرده به اون حوزه هایی که من بهش اشاره نمی کنم، ولی یه بخشش من مایلم به بعضی از، یعنی یه مؤلف ها و یه حوزه هایی رو بهش بپردازم. ببینید، مشکل اپوزیسیون در خارج کشور که البته مشکل جامعه روشنفکری ما و کوشندگان سیاسی و فرهنگی ما هستش، در این حوزه‌ای که من میخوام صحبت بکنم، در واقع ویژگی‌های روانی و شخصیتی این مجموعه هم هستش. ما اینو در اپوزیسیون خارج کشور در میان افراد، شخصیت‌ها،
و گروه‌های مختلفی که شکل گرفتن تجربه کردیم و متأسفانه تجربه می‌کنیم. این ویژگی‌ها که عوامل مانع بودن برای دستیابی به آنچه که در واقع اپوزیسیون می‌بایست بهش برسه و یا امیدوارم در آینده برسه، خب یک موردش همون بحث خودمحوری و خودحق پنداری است که گره می‌خوره با پدیده فرقه‌گرایی. این رو ما به عینه می‌بینیم در اپوزیسیون و بسیار نقش تخریبی و میشه گفت نقش مانع و به عنوان یکی از موانع اساسی ایفا کرده. این تنها در همین حوزه نمونده. در واقع آن چیزی که من همیشه تسریش میدم به جنبش روشنفکری ایران و الانم ما در اپوزیسیون میبینیم، حضور یک بیتعادلی در این مجموعه هستش. مجموعه که من میگم بیشتر واقعا در رابطه با شخصیت‌ها و افرادی است که به عنوان هدایت کننده و یا جمع کننده پا به میان میگذارن. این مسئله بیتعادلی رو ما به عینه در رابطه با این برخوردی که از یک سو شیفتگی است و از یک سو نفرت و یک دوگانگی شخصیتی که همونطور که عرض کردم مانع بزرگی است رو میبینیم. این سیاه و سفید کردن ها، این خیر و شر کردن ها، اشقیا و اولیا کردن ها، اینها پدیده های خیلی جدی است در میان چهره های شاخص اپوزیسیون که مشکل ایجاد کردن و اگر به طور جدی بهش پرداخته نشه این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد. جدا از بی‌تعادلی میشه به موارد بسیاری اشاره کرد که من به اون نگاهی که اون دیدگاهی که میشه گفت عقل تابع یا عقل وابسته هستش اشاره میکنم، یا به اون نگاه های التقاطی، نگاهی که کلیشه‌ای با مسائل برخورد میکنه و مجموعه مسائلی که شاید در نهایت به اونجا برسه که عاملی میشه برای جدایی بین گفتار و کردار. و این رو ما متاسفانه در بخش بزرگی از چهره‌های شاخص و شخصیت‌های اپوزیسیون می‌بینیم. البته این من خیلی فهرستوار به این نمونه‌ها اشاره کردم. در مورد اینکه اینها چرا اصلا چنین پدیده‌ای وجود داره، چرا یک حضور جانسختی داشته، خب دلایل مختلفی طرح شده. برخی ریشه‌های طبقاتی مطرح کردن، برخی ریشه های سیاسی اجتماعی، ولی به هر حال یک بخشی از آسیب شناسی این ناکامی ها و ناکارآمدی ها جدا از اون دستاوردهای مثبت بایستی برگرده و مکس بشه روی این ویژگی ها. چرا این ویژگی ها تا به حال تونسته اینقدر جان سخت بمونه و هنوز هم که ما شاهدش هستیم داره عمل میکنه؟ تو همین رابطه من خیلی خلاصه کنم، نه فقط روانشناسی و یا این ویژگی های روانی شخصیتی تو این حوزه، خود کل اپوزیسیون به عنوان یک جامعه کوچیک تو حوزه روانشناسی اجتماعی هم مشکلاتی داره. این مشکلات در واقع فردی نیست. شما ببینید اون پدیده یأس و سرخوردگی و شکست در رابطه با اپوزیسیون عمل میکنه. خب باید فکر کرد چگونه میشه به این در واقع غلبه کرد به حضور چنین پدیده ای. نه فقط اون پدیده، بلکه بحران اعتمادی که وجود داره. این بحران اعتماد هم در واقع از آسمان نازل نشده، عمل کرده بخش بزرگی از همین چهره ها و شخصیت ها در واقع عامل بروز، یعنی گسترش و تداوم این بحران اعتماد شده. در کنار این باز در همون حوزه وسیع‌تر، خب پیچیدگی ها و مشکلات تبعید رو باید دید و بسیاری مؤلف های دیگه که من نمیخوام واقعا وقت شما رو بگیرم، ولی میخوام بگویم که جدا از اون ویژگی های روانی و شخصیتی که من به نمونه های اشاره کردم، تو کل خود جامعه تبعیدی و مهاجران ما که اپوزیسیون رو در واقع شکل میدن هم
یک نوع مؤلفه ها و مشکلاتی وجود داره که به اونا هم باید پرداخته بشه. سپاسگزار جناب نقره کار. اجازه بدین من فقط یک مطلب کوچیکو در رابطه با بیانات شیوای شما عرض کنم و اون مسئله یأس و امید هست. همجور که به درستی فرمودید، یأس پایان کاره و اپوزیسیونی که دچار یأس بشه دیگه منحله، حداقل در درون خودشون. و این عدم همبستگی و پیوستگی و عدم اعتمادی که آقای دکتر مطرح فرمودن، آقای دکتر لاجوردی مطرح فرمودن، مسئله بقایت مهمی است که امیدوارم که به درستی در این میزگرد در موردش صحبت بشه و شکافته بشه. آقای دکتر مثالی دارن که همیشه میگن که اگر ماشینی، ما سوار 5 نفر سوار ماشین هستیم و اگر این خراب شه، ماشین حرکت نکنه، حداقل باید پیاده شیم و ببینیم که عیب از کجای این ماشینه. حالا من اونو در حوزه کار خودم عرض میکنم، میگم که یا کار شما جناب دکتر نقره کار، ما الان بیماری داریم که در حال اغماست، داره از دست میره و اون میهنه با تمام مردم و تمدن و هر چیزی که درش هست. متاسفانه هر روز داره ازش کاسته میشه، هر روز داره مستهلک میشه و در حال مرگ. حال تعدادی پزشک هستن که هر کدوم حاضر هستن، بسیار زحمت کشیدن در رشته و کار خودشون و نابغه هستن، اما صحبت در اینه که آقا این بیمار تو کدوم اتاق باید جراحی بشه. سر انتخاب اتاق عمل بیمار داره از دست میره. اینکه ما کجا بریم، شما کجا بیاید، چگونه با هم صحبت کنیم و بعد بحثای جانبی که البته اونا اصلیه، شما فرمودید به دلیل نوع تفکر فردگرایانه که اصولا در جامعه ایران یک میگن که نهادینه هستش، یعنی ما مثلا مثل ورزش های دست جمعی که نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، ولی در ورزش های تکی مثل کشتی و غیر و اینها قهرمان به جهان میدیم. این یک مشکل خیلی جدیه که در جهان امروز اصلا دیگه پذیرفته نیست و نمیشه مسائل جدی میهنی رو در حقیقت بهش باهاش حل کرد. ببخشید از که من این وسط بسیار درست بود رو از شما گرفتم، ولی چیزی بود که به نظرم رسید و فکر کردم که باید. اگر اجازه بدید من به دنبال فرمایشات دکتر نقره کار یکی دو سه نکته رو تأکیدن مطرح بکنم. آقای دکتر نقره کار، من فکر میکنم که ما ناگزیر هستیم که ریشه یابی عمیق بکنیم تو این قضیه، به این معنا که اگر ما نام اپوزیسیون رو میبریم، تلاش‌هاشون رو ارج میگذاریم، همونطوری که بنده اشاره کردم، جناب عالی هم تاکید فرمودید، نکات بسیار مثبتی هم در طی این سال‌های گذشته وجود داشته، ولی واقعیت امر اینه که اگر ما به ریشه برگردیم باید که اپوزیسیون رو دو بخش بکنیم. یک بخش اپوزیسیون سنتی که وقتی که حکومت قبلی از بین میره اینها به خارج از ایران میان. من توی یک بررسی مسئله مهاجرین و پناهندگان در 7 قسمت اینو تقسیم بندی کردم که این افرادی که میان کیا هستن، کجا قرار میگیرن، چرا به کشورهای که الان ساکن هستن میرسن. بحث بسیار گسترده است، ولی اصلی که من در بخش اول میخوام مطرح بکنم اینه که اگر انقلاب 57 رو مبنا قرار بدیم و اون زمان بزرگان اپوزیسیون رو در رابطه با جبهه ملی، آقای دکتر سنجابی، آقای مهندس بازرگان، آقای داریوش فروهر، در رابطه با گروه های چپ، آقای فرخ نگهدار، آقای مسعود رجوی، آقای افراد دیگری که شما هم غریبه باهاشون نیستید،
این مسئله رو اگر اونجا اپوزیسیون نام بدیم، میبینیم که آقای دکتر سنجابی و مهندس بازرگان که بزرگترین تجربه های دوران دکتر مصدق رو هم در کوله پشتی خودشون داشتن، نرفتن به آقای خمینی بگن که محمد رضا شاه بدترین آدم دنیاست و همونطوری که شما میگید باید بره، ولی شما میخواید چی کار بکنید؟ این بحث همچنان ادامه داره، یعنی باز کسی از آقای رفسنجانی نپرسید، از آقای خاتمی نپرسید، از آقای موسوی در آخرین مرحله جنبش سبز نپرسید، تا خود آقای موسوی به زبون اومدن گفتن که میخوان به دوران طلایی امام برگردن. من اون اپوزیسیون رو اپوزیسیون سنتی میبینم، به دلیل نبودن احزاب سیاسی، نبودن آموزش سیاسی رو میبینم. ما آمدیم از اون زمان به این طرف، 37 سال طول کشیده، توی این دوره‌ای که درش قرار گرفتیم مثل این کشورهای غربی اگرچه حزب نداشتیم ولی برای آموزش سیاسی هم اقدام نکردیم. تفاوت اپوزیسیون ما با احزاب سیاسی کشورهای دموکراتیک دقیقاً در همین جاست، یعنی این که ما در اپوزیسیونمون یک فرد میشه رهبر، اسمش پادشاه، اسمش رئیس جمهور، اسمش نخست وزیره، اسمش هر کسی دیگه هست، میبینیم که حرفی که زده میشه به عنوان یک رهبر بهش پرداخته میشه، یعنی اون رهبر هر چه میگه باید که دوره بر اون محور اون رهبر جمع بشه، در حالی که در احزاب سیاسی چنین چیزی رو شما نمیبینید. احزاب سیاسی جوانها رو پرورش میدن برای اینکه بتونن آینده سیاسی رو به وجود بیارن. آقای فرانسوا اولاند امروز که رئیس جمهور فرانسه است، در زمان آقای میتران گفته میشه که پشت در می ایستاده واسه اینکه اگر که بزرگان مملکت کاری داشتن به ایشون بگن برو چیکار بکن و چیکار نکن. امروز ما شاهد این قضیه نیستیم. امروز ما شاهد این قضیه هستیم که رهبران، بزرگان، همون کسانی که به حال مسئولیت‌های اپوزیسیون رو در نسل گذشته ما تا به امروز دارند، اگر که خدای نکرده از بین برن، کل اون مجموعه‌ای که در محور اونها هب هست از بین خواهد رفت. میمونه بخش دوم. بخش دوم جوان‌هایی هستن که در جمهوری اسلامی زیر اون سرکوب بزرگ شدن. در سال 88 تعدادی از اینها به خارج از ایران آمدند. ما شاهد این هستیم که این مجموعه که به حال در هر نسلی، جناب علی خودتون بهتر میدونید، در هر نسلی یک مجموعه، یک نسل که کار سیاسی نمیکنه، که یه درصدی از اون نسل میتونن که بیان و وارد مسائل سیاسی بشن. گروه گسترده از اینها آمدن به خارج از کشور. اکثریتی از اینها جذب شدن در رادیو تلویزیون های دولتی، تعدادی موندن با مسائل و مشکلات خودشون. امروز بحث کجاست؟ امروز بحث دقیقاً در اینجاست که آیا ما قادر هستیم از این مجموعه‌ای که همه تلاش کردن، چه جوونش، چه سال خوردش، چه میان سالش، یک آلترناتیوی رو ایجاد بکنیم که بتونه در مقابل جمهوری اسلامی حمایت اعتماد مردم ایران و حمایت بین‌المللی رو داشته باشه، فارغ از اینی که من رهبر باشم، شما رهبر باشید، خانم دکتر ثابتی نمیدونم رئیس باشن، فارغ از این قضیه بیاییم ببینیم که آیا این امکان وجود داره. این آسیب شناسی به این معناست. ما اگر که تو این راه قدم نگذاریم، جناب علی اشاره کردید به یک سری خودمحوری ها یا مسائل دیگری از این در این زمینه، که من امیدوار هستم که این بحث بسیار هوشیارانه‌تون کامل بشه و در تورنتو باز بشه و مطرح بشه کامل، به طور کامل. ولی واقعیت همینجاست. واقعیت اینه که ما به دنبال چی داریم میگردیم؟ آیا اگر به دنبال این میگردیم که این آسیب شناسی رو انجام بدیم، به یک مجموعه برسیم، این مجموعه قابل قبول مردم ایران و حمایت بین‌المللی باشه، انجام پذیره؟ من از اونهایی هستم که معتقدم بله. چیزی که میخوام اشاره بکنم اینه که بحث رهایی یک کشور، آزادی یک کشور، تلاش برای این که به حال یک جامعه به طرف دموکراسی بره، داشتن یک جامعه دموکراتیک، تنها مسئله اپوزیسیون نیست.
بحث یک جامعه است، بحث همه مردمه، بحث هنرمنداست، بحث ورزشکاراست، بحثی است که به حال تو این جامعه ما شاهدش هستیم که همه جوامع دنیا البته هیچ تفاوت نمی‌کنه، حضور هنرمندان، حضور افرادی که در حال اکتور اجتماعی هستن توی جامعه شناخته شده هستن بسیار بسیار میتونه مهم باشه. ولی اجازه بدید برگردیم به دکتر نقره‌کار، باز نظریات ایشون رو بدونیم تا بتونیم برسیم به تلفن هایی که زیادم هست. بله ببینید، من با این نگاه کاملا موافقم و این صحبتی که من کردم بالواقع چون بحث آسیب شناسی اپوزیسیون بود روش مکس کردم، و الا اعتقاد من این است که این نقاط ضعف و یا این لغزش هایی رو که من بهش اشاره کردم، همونطور که گفتم کل جامعه روشنفکری ما و کوشندگان سیاسی و فرهنگی ما به هر حال ازش رنج میبرن و در واقع یکی از موانع رشد دموکراسی در جامعه ما، جدا از عوامل مختلفی که بهتر از من میدانید، از نهاد دین تا نهاد پادشاهی تا شرایط جغرافیایی ما تا در واقع ایدئولوژی های وارداتی و اون ساختار و سلطه اون قبیله‌ای و ایلی در جامعه ما، جدا از این همه عوامل، یکی از عواملی که مانع رشد دموکراسی در جامعه ما بوده همین ویژگی‌های روانی و شخصیتی روشنفکری ما و کوشندگان سیاسی و فرهنگی ما بوده. این تنها عامل نیست و عامل در واقع تعیین کننده به گمان من نیست، ولی عامل مهم نیست که ما امروز وقتی بحث اپوزیسیون در خارج کشور میشه این رو باز تجربه میکنیم. در واقع کسانی که بیش از 38 سال در خارج زندگی کردن، در یک فضای دموکراتیک زندگی کردن و خب میبینیم که گفتن از دموکراسی، آزادی و بسیاری از این مفاهیم و واژه‌ها چقدر برایشون آسان هست و گفته میشه و حرف زده میشه، ولی به مجرد اینکه بحث کنار هم نشستن، بحث سازمان دادن، بحث شکل دادن نه یک جریان فراگیر، حتی یک جریان کوچک که میشه، اون ویژگی هایی که من اشاره کردم به عنوان موانع مهم بیرون میزنه. و خب این در واقع یک نکته بسیار مهمی است. یه موقعی خب ما در ایران فعال سیاسی بودیم، کار تشکیلاتی میکردیم، با توجه به شرایط جامعه، با توجه به شناختی که داشتیم و تجاربی که داشتیم، شاید خیلی از این معایب میشد قابل توجیه باشه، البته قابل توجیه هم نبود، ولی بعد از 38 سال در خارج زندگی کردن و این تجربه طولانی، این فراز و نشیب و خب این شناختی که ما پیدا کردیم، هنوز اون ویژگی ها و اون مسائل با ماست. برای همین من روی این مسئله تأکید کردم و مکس کردم و به گمان منم بسیار مهمه. ما درست از خودمحوری و خودحق پنداری زیاد صحبت کردیم، زیادم میکنیم و در واقع اصلا یک مفاهیم و مؤلفه های نخنمایی شده، ولی در عمل اصلا نتونستیم یک قدم برای حل این مسئله برداریم. و خب ما دیدیم، خود من لااقل در خارج کشور بارها و بارها تو این جمعای سیاسی حضور پیدا کردم، سعی کردم نقش ایفا بکنم، کمکی باشم، من به هر حال وظیفه خودم رو انجام بدم، ولی چند قدم که برداشته شده اونجا هم پاشیده شده. و من واقعا ارزیابیم این بود که ریشه همون مسئله بیشتر اون ویژگی های روانی، شخصیتی و اون خصلت ها عمل میکنه. حالا بحث های زمینه های عینی، زمینه های ذهنی دیگه ای هم میشه مطرح کرد، بحث رو خیلی در واقع همه جانبه تر کرد، ولی در عمل این تجربه بوده که شده. و من فکر میکنم هر نشستی که پیشا روی هست، به ویژه این نشست پر اهمیتی که شما مطرح میکنید،
اگر روی این وجه قضیه مکس نکنه و کار نکنه، باز هنوز ناقص هست و در واقع نتیجه نخواهد داد. لااقل اگر روی این بخش مکس بشه، کار بشه، شاید نسل جوان که قایب در اپوزیسیون، یکی از معضلات اپوزیسیون شما اشاره کردید اینه که فقط نسل ما مونده تا حدودی، ما نسل بعدی تو اپوزیسیون الان نمیبینیم. فرزندهای ما که در یک جهان دیگه زندگی میکنن با یک افکار دیگری و یک در واقع شکاف عمیقی وجود داره. ولی لااقل این نشست ها اگر بتواند این دستاوردها رو در همین حد هم داشته باشه که یک سری از این مشکلات که در عمل باش مواجه بودیم ریشه یابی بشه، باز بشه، به گمان من خیلی کمک کننده خواهد. خانم دکتر اجازه میدید یه لحظه قبل از اینکه تلفن ها رو دکتر نقره‌کار، امروز صبح من یک ایمیلی دریافت کردم و باز میخوام برگردم به رشته پزشکی. یک کسی دوستی با احترام بسیار براشون نوشتن که شما اصلا میخواین چیکار بکنین؟ این اپوزیسیونی که سرطانیه، اینی که ایدز داره، اینی که سل داره، اینی که نمیدونم هر اون چه مرض رو اسمشو بلد بودن نوشتن، با اینها میخواین چیکار بکنین؟ اینی که من گفتم میخوام برگردم به مسئله پزشکی دقیقا همین جاست. شما مجسم بکنید پیش خودتون که من سرما میخورم، خونه ور میدارم، بخور میدم، خوب نمیشم، میام پیش شما، یک آنتیبیوتیک به هم میدید، خوب نمیشم، بر میگردم، ناگزیر آزمایش میفرستید من رو. وقتی آزمایش، نتیجه آزمایش آمد، شما میبینید من تنها سرما نخوردم، 12 مرض دیگه هم دارم، ولی به من نمیگید مردی برو خونه. شما میگردید به دنبال این که راهی رو پیدا بکنید برای این که من رو از مرگ نجات بدید. اگر تنهایی نتونستید، میرید با 5 دکتر دیگه مشورت میکنید، کنسلتاسیون پزشکی تشکیل میدید. این یه واقعیته، ما با این واقعیت مواجهیم. اینجا رو فقط خدمتون تأکید بکنم، ولی نکته بعدی اینجاست. نکته بعدی بحث خودمحوریست. این بحثه که اگر من یک نفر بخوام با 5 دیگه بنشینم، شما هم اشاره کردید، هیچ وقت این نشست دوم و سوم انجام نمیشه. من به شخصه تجربه های خیلی زیادی روی اپوزیسیون امریکای جنوبی دارم که اینها توی فرانسه چجوری با هم دیگه زندگی میکنن و چه فکری رو دنبال میکنن. ما در اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، دارای همچین ویژگی نیستیم. من فکر میکنم اگر من نفر اول نباشم، اصلا اصل اپوزیسیون نباشه. در حالتی که اگر ما 5 باشیم، من قبول بکنم که نفر پنجمم در اونجا. یادمون باشه من در اون مملکت، اگر این مملکت آزاد شد، نفر پنجم ایرانم. یادمون باشه این قضیه. اگر ما 5 قادر به حرکت شدیم، اون مجموعه بزرگ داخل کشور اعتماد کردن و حمایت بین‌المللی به وجود آمد، مسئله حله. همه دنیا همینطوره. همه دنیا، این کشورهای پیشرفته، غیر از اینی که در کشورهای عقب افتاده دیکتاتوری هست، امروز ایران بدترینش وجود داره. واقعیت امر کجاست؟ واقعیت امر اینه که یه مجموعه فکری باید به وجود بیاد، ریشه یابی بکنه و هدف رو دنبال بکنه. اگر به اون هدف میتونه برسه، ببینه راه رسیدن چیه. اگر نمیرسه، مشکلاتش چیه. خانم دکتر ثابتی اون مثالی که من همیشه میزنم رو عنوان کردن، دقیقاً تکرارش میکنم. ما 5 برای رسیدن به یک مقصدی سوار یک اتومبیل هستیم، اتومبیل خراب میشه وسط راه. آیا ما پیاده میشیم ببینیم که این ماشین چشه، بنزین نداره، لاستیکش پنچره یا هر چیز دیگه، یا تو ماشین به بحثمون ادامه میدیم؟ اگه به بحثمون ادامه میدیم، 37 دیگه هم ادامه میدیم. اگه پیاده میشیم، ببینیم که مشکلاتمون کجاست، اونجا به طور دنبال راه حل بگردیم. سپاسگزارم جناب لاجوردی. یک نکته دیگه که من مایلم اضافه کنم به بیانات هر دو شما آقایون، با اجازه این هست که همونجور که هفته پیش هم گفتم،
ما نیاز به ویس صدا در مجامع بین المللی داریم. من تخصصم سیاست نیست، من کارم حقوق بشره، من روانشناس هستم، فعالیت هام در زمینه حقوق بشر هست، ولی اگر الان اینجا نشستم و به این مجموعه پیوستم برای اینکه دیگه زمان بسیار اندکه، از دست رفته. همونجور که فرمودن جوانان ایران نسل دیگه‌ای هستند که اگر این نسل کنونی اپوزیسیون به داد نرسن، بعد با مشکلات عدیده دیگری روبرو خواهیم بود، متاسفانه با مخشویی هایی که میشه مکرره. میخواین که در این لحظه تلفن ها رو که خیلی وقت هم هست دوستان محبت کردن روی خط موندن، اولین دوست رو پاسخ میدیم. بفرمایید، برنامه آینده ایران. بله سلام، ممنون از برنامه‌تون. من خواستم بگم که الان آقای دکتر لاجوردی یه تذکری دادن، ما فقط میگیم من باید باشم، اصلا حاضر نیستیم گوش بکنیم، به همین دلیل دل ساده نفر اول باشیم. ولی من خواستم بدونیم دو تا نکته کوچولو بگم زیر یک دقیقه. یکی این که اول از همه شما نگفتید این مکان و زمانش کجاست و آیا برای عموم آزاده این جلسه که دارید، و دو اینکه این برنامه تلویزیون من فکر میکنم به جز خود شما بقیه همه حرفشون رو توی یک پنجم زمان میتونستن بزنن. اون میزگرد به این شکله که ما میام یه دور دور این میزگرد میزنیم، بعد میشیم حرفمون رو میزنیم، اول نمیریم روی پوینت. تقاضا میکنم زمان و مکان رو که اعلام کردن. آقای افشین جان اشاره کردن. آقای افشین جان بازم جناب عالی بفرمایید کوتاه که بفرمایید جناب افشین. بله عرض کردم که 60 روز 18 و 19 و 20 نوامبر هست. روز 20 که روز شنبه هست نصف روز هست، ولی 19 و 18 و 19 شنبه و یک شنبه هست. تقاضا کردیم، پیشنهاد کردیم که برای اینکه کسایی که مسافرت میکنن از اروپا یا از آمریکای شمالی روز پنجشنبه 17 هم تشریف بیارن. در کجا؟ فرمودید در محلش هم اعلام کنین لطفا. در تورنتو کانادا هست. و همونطور که عرض کردم مکان یعنی هتلی که در نظر گرفتیم به زودی اعلام خواهیم کرد، ولی تاریخش رو محلش رو اعلام کردیم 18 تا 20. و علت این که دوستانی که میخواستن و درخواست کردن که تاریخش مشخص بکنیم که بتونن بلیتشون رو تهیه بکنن. بعد آیا شرکت برای عموم آزاده و یا باید ثبت نامی انجام بشه؟ این رو هم توضیح بفرمایید که بیننده عزیزمون سوال کردن، پرسش کردن. برای اینکه ما بتونیم آمادگی داشته باشیم برای عرشبت که پذیرایی همه هموطنان، این خوب است که به ما اطلاع بدن که میخوان تشریف بیارن، که ما اون سالونی که گرفتیم اگر گنجایش نداشته باشه بزرگترش بکنیم. بنابراین این تا الان حدود 100 و اگر اشتباه نکنم حدود 130 نفر ثبت نام کردن در گذشته و امیدواریم که تعدادی از اینها بتونن که شرکت بکنن. ولی در این حال ما درخواست کردیم و الان هم درخواست میکنم که ما دسترسی به تمام فرهیختگان، تمام ایرانی های که دغدغه آزادی رو دارن دسترسی نداریم. بنابراین همین زیری که ملازم می‌فرمایید هم وبسایت ما هست و هم ایمیل ما هست، تلفن هم که بعداً در اختیارتون خواهد بود. در خود وبسایت تمام تلفن ها و کسانی که دستن در کار این همکاری هستن اونجا هست، میتونین تماس بگیرین و اطلاعات بیشتری بگیرین. سپاسگزارم. بیننده عزیز همونجور که فهمیدن لطفاً به وبسایت مراجعه کنید برای پرسش های دیگه ای که داشتید. آینده ایران دات اورگ. بفهمید، خواهش میکنم، به شما گوش میدید. دکتر چنگیز آذر هستم. عصر شما بخیر. عصرتون بخیر قربان. بفهم. خانم دکتر ثابتی، من یک نظر و یک سوال دارم، اما قبل از آن از فرصت استفاده میکنم و حضور شما را در یک برنامه جدید خیر مقدم میگم. سپاسگزارم. و برایتان در مقابله با هر نوع ظلم و ستم آرزوی موفقیت میکنم. ما نیز در کنار هم هستیم. بسیار سپاس. من نظرم اینه که شما گفتید در اول برنامه که ما بایستی بر علیه این رژیم مذهبی
مبارزه بکنیم که حرفتون درسته. اما من اضافه میکنم که خانم ثابتی، فقط مسئله مذهبی بودن رژیم نیست. این مذهبی که امروز بیداد میکنه و مردم را به سلاخی میبره، در واقع پشتوانه و پشتیبان اصلیش سیستمیست به نام سیستم سرمایه داری. دوست داشتم ببینم که نظر شما در رابطه با سیستم آینده ایران چیست، نظر خود شما، و همچنین خواستم ببینم که نظر شما در رابطه با اینکه آیا با این رژیم بایستی به صورت مسالمت آمیز یا قهرآمیز رفتار کرد چیست. مرسی. بسیار سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید. خوشحالم که بتونم نظرم رو عرض کنم. من سیاستمدار نیستم، اما به سکولار، به یک حکومت کاملا جدا از دین معتقد هستم. شما برنامه هفته پیش رو ندیدید، بار دیگه عرض میکنم. بله، عقیده من این هست که باید قوانین جهان شمول بر ایران و بر جهان باشه، مخصوصا برای ایران ما که موقعیت بسیار خاصی رو از نظر ژئوپلیتیک داره. و بعد عرض کنم که اینکه آینده ایران یا چه چیزی رو من بهش معتقدم، آن چیزی که ایرانیان در یک همه پرسی و در فردای آزاد، نه از طریق این میزه گرد، نه فقط به وسیله یعنی با شناخت و فرصت دادن به برخی از کسانی که ما جدا جدا انتخاب میکنیم. امیدوارم که پاسختونو داده باشم. به امید آزادی ایران. سپاسگزارم. پس یک سیستم سکولار میخواهید در ایران؟ دقیقا. خوشحالم اینو گفتید. اما اینکه نظر شخصیتون که آیا با این رژیم میشه به مسالمت؟ متشکرم. من از شما خداحافظی میکنم. چشم، خدمتتون عرض میکنم. اینو فراموش کردم، خوشحالم که فرمودید. من نمیدونم این تلفن ها چجوری کار میکنه که بتونم خاموشش کنم، ولی من رد زحمت میکنم. خواهش میکنم، متشکرم از لطفتون. هرگز هرگز من با خشونت، چون شخصا از من پرسیدید، موافق نبودم و نیستم. و بسیار راه های دیگر هست برای مقابله با ستم و زور این جمهوری جهل و جنگ. سپاسگزارم. برنامه آینده ایران بفرمایید. خواهش میکنم. خسته نباشید. من یه سوال خواستم بپرسم. خواهش میکنم. شما نگاه کنید، خود شما همین الان دارید میگید که من خشونت موافق نیستم. دقیقا. و خشونت رو 100% رد میکنید. درست. خب حالا یه اپوزیسیون هست که فکر میکنه با خشونت میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. حالا اصلا شما اپوزیسیون رو تعریف نکردید. یعنی چی اپوزیسیون؟ کیا اپوزیسیون هستند؟ اجازه بدید که اپوزیسیون هستند. اجازه بدید این پرسش رو از آقای دکتر لاجوردی انجام بدیم و متشکرم از شرکتتون در برنامه. سپاسگزارم. خداحافظ. بفهمید. ببینید، این بحث مرتب داره انجام میشه. شما هم اشاره کردید، به درستی بارها هم اشاره شده. من فکر میکنم که در یک مبارزه هیچ کس، اون کسانی که عقل سالم دارن، بحث انسانی دارن، به دنبال خشونت نیستند. به دنبال یک مبارزه مسالمت آمیز هستند. ولی خشونت رو حکومت مقابل به طرف وادارش به خشونت میکنه. اون اسمش حق دفاعه. اون متفاوته از این که ما بخوایم خشونت بکنیم. اگر که جمهوری اسلامی، که امروز ما در اون فکر هستیم که باید جایگزینش یک حکومت دموکراتیک باشه، طبیعی است که با این مشکلاتی که باش دست به گریبان کنار بره، خشونتی وجود نداره. تظاهراتی وجود داره، تظاهرات همیشه بدون خشونت، مگر اینکه خود حکومت اون خشونت رو به وجود بیاره. طبیعتاً عرض کردم بحث حق دفاعه. ولی اینکه چه کسانی اپوزیسیون نام میگیرن، به طور خیلی خیلی خلاصه ما توی این بحث آینده ایران مطرح کردیم. کسانی که به هر شکلی اعتقاد به این دارن که جمهوری اسلامی نباید باشه، هیچ جناحش
اصلاح طلبش بدتر از اصولگراش، اصولگراش بدتر از محافظه‌کارش، اسمش اپوزیسیونه. اون گروهی که اسمشون اپوزیسیونه، اگر که به یک پارچگی ایران که برابری کامل درش باشه، مردم بلوچستان و کردستان و یک پارچه ایران حضور داشته باشن، از نظر ما اسمش اپوزیسیونه میتونه اینجا حضور داشته باشه. حالا توضیحات بعد رو اجازه بدید محول بکنیم به میزه گرد تورنتو. سپاس. بیننده عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. الو. الو. جانم. درود بر شما. درود بر شما. من پیروز ایران ستا هستم از تورنتو کانادا، با همچنین درودهای خوب از راستی اشویمان برای همه مردم و مردمان درون ایرانمون که آینده ایران را کودکان 10 ساله آینده ایران خواهند ساخت. نه من که اینجا میشنوم و شما رو میبینم، نه شما که در پیش دوربین نشستید. راه در ایران یکی است، نام راستی است. در خلاف ایران ما ریشه و بنمایه دارد، یعنی همون که اشوی من گفت، راه در جهان یکی است، نام راستی است. به نام دارنده جان و خرد که از این اندیشه راستی اندیشه‌ای برتر نگذرد. ما باید ریشه را از قادسیه دوم تا برویم قادسیه یکم و لغزش در ساسانیانمون ببینیم آینده ایرانمان را. یک مقدار کارهای فرهنگی من، زبانی من، آداب و آیین و جشنها و همه اون چیزی مانده که ایرانی بودیم و از ایمان تازیان گرفتند را به مغزتان بیاورید و شماها شوربختانه 10 سال از روشن بینان و روشنگرانی که ادیان ابراهیمی و اسلام و اجازه میدین برم به خط دیگه. بی نهایت از بینندگان پوزش میخوام، تقاضا میکنم رعایت بفرمایید. اینجا بحث مذهبی به هیچ عنوان نه جا داره و نه ربطی داره. تقاضا میکنم تبلیغات نفرمایید و اجازه بدید که برای یک بارم شده بتونیم واقعا چاره اندیشی کنیم. تقاضا میکنم ازتون، خواهش میکنم بفرمایید، با شما هست. بله، یه سوال داشتم از جناب لاجوردی. بفرمایید. برنامه زنده است خانم؟ بله. جناب لاجوردی، شما فرمودین که مردم حق دفاع دارن و اینو میدونین که اگر مردم بیان تو خیابونا توی ایران، رژیم با اسلحه میاد جلوشون. آیا مردم حق دفاع مسلحانه از خودشون دارن؟ و اگر دارن، آیا این خشونت نیست؟ من از تلویزیون نگاه میکنم. متشکرم. بسیار سپاسگزار، بسیار سوال دقیق مشخصی بود. من همونطوری که خدمتتون اشاره کردم، این رو ما تعیین نمی‌کنیم. ما هدفمون مبارزه مسالمت‌آمیز به طور قطع و یقین. شاهد این هستیم که به هر حال در همین دوره 37 ساله جمهوری اسلامی موارد زیادی اینطوری پیش آمده و به دلیل نبودن یک اپوزیسیونی که بتونه راه رو مشخص بکنه، مردم با سرکوب مواجه شدن. من به مردم ایران حق میدم، ولی این طرف رو که فکر میکنم که باید راه رو درست کرد، دنبال خواهیم کرد که دیگه به اون سرکوب وحشیانه دوچار نشیم. ما وقت زیادی نداریم و من مایلم که جناب دکتر نقره‌کار بار دیگر با ما سخن بگن. اجازه بدید که تمام خطا روشن، یکی دو تلفن دیگر رو سریع محول بکنید به دکتر نقره‌کار. بله جناب دکتر نقره‌کار. دوست عزیز بفرمایید، با شما هستیم. الو. الو جانم، کوتاه و تلفن مچکم تلفن. ببخشید، حیف آمد که آقای دکتر نقره‌کار که هستن، گفتم حیف آمد که در رابطه با اون کتابی که راجع به نقش لات‌ها، بله، دکتر مخملی ها که ایشون کتابی نوشته بودن، حیف آمد که سوالی از ایشون نکنم. جناب آقای نقره‌کار، در زمان گذشته این لات‌ها نقش اساسی داشتن در دگرگونی حکومت‌ها. تازگی ها این لات‌ها شدن همکاری جمهوری اسلامی و اکثرا در هم صحنه سیاسی حضور فعال دارن،
و حتی در مراسم خاکسپاری آقای کیارستمی کارگردان سینمایی حضوری آنچنانی داشتن. می‌خواستم ببینم آیا این مملکت ما که این همه افرادی که با این عناوین با این اسم توی مملکت ما نفت داشتن و الان یه عده‌ای با کت و شلوار و کروات در تلویزیون‌های سیاسی هم دارن فعالیت میکنن، آیا ما با اینا با چیکار کنیم؟ نه چطوری میتونیم با اینا برخورد بکنیم؟ چرا که همینا الان در سرنوشت این مملکت تاثیر میذاره. سپاس از پرسشی که کردی جناب نقره‌کار، پاسخ میدم. بفهمید خواهش میکنم. ببینید در این کتاب و این پژوهش یک مسئله گرهی دنبال شده و اون پیوند بین آخوندیسم و جاهلیسم هست در جامعه ما، که به گمان من یک پیوند تاریخی است و البته دلایل اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و دلایل دیگه ای هم داره. در واقع نقش جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ میهن ما بهش کم بها داده شده. جامعه شناسی سیاسی ما و روشنفکران ما با این مسئله خیلی ضعیف برخورد کردن، با تفرعون برخورد کردن، نه نقش اینا رو در دوره‌های تاریخی مختلف مثل 28 مرداد، خرداد 42 و انقلاب اینها رو ندیدن، تا اینکه به هر حال اینها در حکومت قرار گرفتن، یعنی حکومت اسلامی به ارزیابی من یک ترکیبی است از آخوندیسم و جاهلیسم. بنابراین اهمیت این کار در این هستش و قبل از هر چیزی در رابطه با پرسشی که این دوست عزیز کرد، تلاش باید این باشه که این گروه اجتماعی شناخته بشه. این گروه اجتماعی شناخته نشده، روش کار نشده، روی نقشش کم توجه شده، که به گمان من جا داره که بیش از این بهش پرداخته بشه. سپاس بسیار. ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. حالا یه تلفن خیلی سریع اونگام تبلیغاتی نباشه، خواهش میکنم. بفهمید بیننده عزیز. الو؟ الو؟ خب تا ایشون بخواهد جواب بدن و شماره دیگه رو بگیر، من اشاره بکنم که شماره تلفن آقای افشینجم رو اینجا گذاشتن که اگر هموطنانمون نیازی به سوالی داشتن یادداشت بفرمایند، ولی در این حال همونطوری که خود جناب افشینجم اشاره کردن در وبسایت آینده ایران آیندهایران.org تمام شماره تلفن ها افراد مشخص آورده شده که اگر از جاهای مختلف دنیا میخوان تماس بگیرن هر جا نزدیکتر بود، ولی در حال تلفن آقای افشینجم اینجا هست. آقای دکتر بازپخش برنامه که اگر لطف بفرمایید. من واقعا نمیتونم، فکر میکنم فردا که جمعه است. اجازه بدید که بعد، اجازه بدید که کاملا فرمایشتون درسته، اجازه بدید که از این به بعد در اول برنامه ما اعلام بکنیم هم بازبخش‌های دوشنبه رو هم بازبخش‌های پنجشنبه رو که اگر اشتباه نکنم مثل اینکه ساعت، حالا نمیدونم، بهتره که حدس نزنم. به هر حال ما در ثانیه‌های پایانی دقیقه 90 هستیم. با عذرخواهی البته از تمام عزیزانی که بر روی خط‌ها منتظر ماندن، سپاس از اینکه شرکت کردید، سپاس از آقای دکتر لاجوردی که مهمان هستند در از پاریس در خدمتشون هستیم. امیدوارم که دفعه‌های بعدم باشون باشیم. جناب دکتر نقره‌کار مهمان عزیز برنامه که حتما امیدوارم در برنامه‌های آتی باز با ایشون باشیم، و جناب افشینجم که از کانادا با ما بودن. سپاسگزارم. تا برنامه آینده، این برنامه دوشنبه، نه این برنامه، آینده ایران دوشنبه برنامه خواهد داشت ساعت 10:30 صبح به وقت لس آنجلس، و من شخصا و آقای دکتر و میهمانان دیگر پنجشنبه آینده ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما خواهیم بود. روز و روزگار خوش.